شامدان پر از نور الهی و تندرای عزیز، برگشتیم به ادامه برنامه و من مهماندار هستم. مهمان من آقای مصطفی هاشمی که خبرنگار ورزشی هستند. شما شاهد فوتسال سوپر جام فوتسال رادیو جوانان هستن. از طریق تلویزیون یک میان اش تیم برتر برگزار میشه. حالا این مسابقات را میتونین از طریق تلویزیون یک که به نشر سپرده میشه شما ببینین. مصطفی جان همچنان گزارش این فوتسال ها را میکنه. و قبل از همه سلام و شام شما بخیر، بسیار خوش آمدید برنامه. حسن باشی یارمال عزیز، شام خودتان بخیر و سلام گرم به تمام بیننده های عزیز برنامه شام یک. سلامت باشی هاشمی صاحب. بیا کمی در رابطه با این فوتسالی که برگزار شده از طریق رادیو جوانان بر ما قصه بکو که میان کدام تیم هاست، اصلا این تیم ها چگونه انتخاب شدن؟ دقیقاً یارمال عزیز، همونطوری که شما در جریان هستید و مخاطبین عزیز رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان که در 8 ولایت افغانستان رقابت ها پیگیری شد و از بین 64 تیم برتر فوتسال افغانستان 8 تیم قهرمان از 8 ولایت جواز صعود به رقابت های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان از آن خود کرد و خوشبختانه که مسابقه فوق العاده جذابی در انتظار عاشقان فوتسال هست که هر شب راس ساعت 8 از تلویزیون یک نشر میشه. هدف از برگزاری رقابت ها بدون شک رشد و توسعه هرچه بیشتر فوتسال در افغانستان و همچنان زمینه سازی برای اتحاد، همدلی و برابری مردم افغانستان و خصوصا نسل جوانی است که هم فوتسال بازی میکنن هم بیان در جمنازیم ها تا مسابقات از نزدیک ببینن و برای چند ساعتی حداقل لبخند در چهرهشان باشه. و ما خیلی خوشحال هستیم که همکار هستیم با رسانه وزین یک و شما واقعا لطف بزرگی در حق فوتسال دوستان کردین که مسابقات فوتسال را به خانه خانه مردم افغانستان میبرید و نه تنها در 8 ولایت حاضر در رقابت های سوپر جام، بلکه چشم تمام افغانستان، هموطنای ما که داخل کشور هستن و هموطنان ما که بیرون از افغانستان هم هستن این مسابقات رو تعقیب میکنن و واقعا رقابت های جذابی هست. بله، قسمی که ما خبر شدیم مسابقات مقدماتی قسمی بوده که در هر ولایت برگزار شده و از میان چند تیم برتر که در ولایت بوده یک تیم انتخاب شده. دقیقاً یارمال عزیز، مسابقات ابتدا در کابل برگزار شد میان 8 تیم برتر کابل و تیم فوتسال شهید نسیم بود که به قهرمانی رسید و کاندید شد به سوپر جام. دور دوم مسابقات در تخار با شرکت تیم‌های برتر از تخار، کندز و بدخشان پیگیری شد و تیم فوتسال شیواک یکی از ابرقدرت‌های فوتبال و فوتسال تخار داره و قهرمانی رسید. دور سوم در ولایت بامیان میان 8 تیم برتر بامیان بود و المهدی بامیان به پیروزی رسید و قهرمان شد. چهارمین دور یالمر عزیز دوره‌ای بسیار جالبی بود. برای نخستین بار بود که مسابقات فوتسال به شکل معیاری داخل جمنازیم در ولایت ننگرهار، ولایت همیشه بهار برگزار می‌شد. ما فکر نمی‌کردیم که هواداران فوتسال داخل جمنازیم بیان مسابقات از نزدیک تماشا کنند، اما زمانی که مسابقات آغاز شد در مراسم رسم گذشت به افتتاح دیدیم که جمنازیم که از طرف تربیت بدنی در چپرال نگار ساخته شده بود، او را ما همکارای ما تیم برگزاری مسابقات افتتاح کردند. قبل از شروع مسابقات ما همون جمنازیم که وضعیت آنشان خوبی نداشت چون قبل از استفاده نشده بود، او جمنازیم همکارای ما دست به دست هم دادند و همون جمنازیم هم تمیز کردن، پاک کردن برای برگزاری مسابقات. زمانی که مسابقات برگزار شد وقت تماشاگران را دیدیم که به خاطر تماشای مسابقات آمدن، واقعا دلگرمی زیاد پیدا کردیم. جمنازیم کاملا پر شده بود و ننگرهار کلاب به قهرمانی رسید و برای اولین بار بود که تورنمنت معیاری فوتسال در ننگرهار برگزار میشه. پیش از این فرض مثال در زمین‌های خاکی در میدانچه‌های فوتسال بازی می‌کردن، اما حالا فوتسال در ننگرهار هم رشد کرد. پنجمین دور مسابقات در ولایت بلخ برگزار شد میان تیم‌های منتخب بلخ، سمنگان، جوزجان و سرپل که تیم فوتسال شناوران از بلخ به قهرمانی رسید. همونطور رفتیم به ولایت غزنی، 8 تیم برتر غزنی و میدان وردک در رقابت‌ها شرکت کردند که تیم فوتسال راهیان سعادت از غزنی نماینده شایسته ولایت غزنی به پیروزی رسید و ناگفته نماند که رکورد تاریخ فوتسال افغانستان میان هواداران عاشقان فوتسال در غزنی شکسته شد و نزدیک به 3000 تماشاگر داخل جمنازیوم سعادت حضور داشتند و مسابقات از نزدیک در ثقافت اسلامی که منطقه متمدن غزنی هست تماشا میکردند و رکورد جابجا شد. پر تماشاگر ترین مسابقات تاریخ افغانستان در غزنی رقم خورد. همونطور رفتیم به سوی ولایت
هرات در غرب افغانستان، که هرات بدون شک همونطوری که تمام عاشقان فوتبال و فوتسال در جریان هستن، مهد فوتبال و فوتسال افغانستان هست. 8 تیم برتر هرات رو در روی هم قرار گرفتن و در نهایت تیم فوتسال وحدت گذر آمد با از پیش رو برداشتن بزرگان فوتسال هرات به قهرمانی رسید و جواز صعود به سوپر جام را کسب کرد و آخرین دور که 8 دور بود در ولایت قندهار با شرکت تیم‌های برتر قندهار پیگیری شد در عینو مینا و در نهایت تیم فوتسال نورزاد به قهرمانی رسید. از بین 64 تیمی که در ابتدای برنامه گفتم 8 تیم قهرمان از 8 ولایت راه پیدا کرد به سوپر جام. هاشمی صاحب عزیز، حالا ستاره هایی که انتخاب شده به سوپر جام، مطمئن هستم که اینا تمامشون گلچین شدن و اینا زحمات زیاد را کشیدن، جوانان که از 8 ولایت آمدن و حالا این مسابقات برگزار شده که دیشب هم یک مسابقه برگزار شد. این چقدر دوام خواهد داشت این مسابقات؟ این مسابقات تا دوشنبه دوام داره و هر شب از طریق تلویزیون یک نشر میشه ساعت 8 و دوشنبه شب تکلیف قهرمان مشخص میشه. همونطور سلسله رقابت های سوپر جام بیننده های از تلویزیون یک میتونن تعقیب کنند و دوشنبه شب ببینن که کدام دو تیم با فاینال میره و قهرمان سوپر جام میشه که جام ارزشمندی است، چون از بین 8 تیم افغانستان قرار است که دو تیم با فاینال بره و در نهایت یک تیم ابر جام را بالای سر ببره. هاشمی صاحب، خودت عملا حضور داری دیگه، حالا این فوتسال را گزارش میکنی، به نظر خودت کدام تیم قهرمان خواهد شد؟ کدام تیم بیشتر همواره یارمر عزیز در جریان گزارشات مسابقات گفتیم که زمین دراز هست و توپ هم گرد و فوتسال هم غیر قابل پیش بینی است. روی کاغذ تیم های زیاد مدعی قهرمانی هستند. تیم فوتسال شهید نسیم نماینده کابل دارای بازیکنان ملی پوش فوتسال افغانستان هست و در لیگ برتر فوتسال هم بازی میکنند، جزو مدعیان اصلی هست. تیم فوتسال نورزاد قندهار یکی از ارکان قهرمانی است و حرف اول میزنه در قندهار، یکی از اول قدرت ها از در سوپر جام. همونطور وحدت گذاری هرات هست، نگار کلبی هست که بازیکن فوتبالی داره، بازیکن نگار کلب کلا فوتبالی هستن و از لحاظ فیزیک و استقامت خصوصا به سلایم نفس بسیار نفس پخته دارن، چون بازیکن فوتبالر دوندگی بیشتری دارن در زمین، چون وسعت زمین فوتبال بزرگتر از فوتسال هست و نمیشه گفت کدام تیم به قهرمانی میرسه. اما من فکر می کنم همین 8 تیمی که در این مسابقات شرکت دارن 8 قهرمان هستند و هر 8 تیم مدعی قهرمانی هستند. بله، والا اگر بیایم روی امتیاز معنوی و مادی، من مطمئن هستم از نگاه معنوی اینا وقتی میرن به قهرمانی تلاش میکنن که جام را به دست بیارن و مقام اول را بگیرن، خب بحث جداست، اما چه امتیازات برشون داده میشه؟ خب امتیازات زیاد هست برای تیمای حاضر. کلن هزینه مالی مسابقات به دوش تیم برگزاری رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان هست که رادیو جوانان از همکار شما که ما همواره با تلویزیون یک در سالهای اخیر همکار بودیم در برنامه‌های مختلف که حالا این بار خوشبختانه ورزشی هست. برای تمام تیم‌ها لباس‌های درجه یک که با بهترین کیفیت هست در اختیارشون قرار داده میشه و با آرم رادیو جوانان و همچنین تلویزیون یک که در قسمت نشرات رقابت‌ها با ما همکار هستن، در کنارش برای بهترین ها ما جوایز تیمی و انفرادی در نظر گرفتیم. قرار است سه بهترین بازیکن رقابت های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان به کفش طلا که آقای گل خواهد گرفتش و دستکش طلا بهترین دروازه‌بان از آن خود خواهد کرد و از همه مهمتر یال مرسی عزیز توپ طلا. ما در این دور از مسابقات توپ طلا داریم، توپ طلایی که تندیس طلای واقعی است، طلای خب ارزش معنوی داره بسه. اما خیلی خیلی جایزه مقبول است، هر سه تا جایزه جایزه ارزشمند و مقبول هستند و هم بازیکنی که بهترین بازیکن رقابت ها بشه توپ طلا رو ببره واقعا میتونه اون توپ طلا رو در ویترین افتخارات خود بنه و با داشتنش افتخار کنه. هاروزه هر بازیکن است، هم فوتبالی ها و هم فوتسالی ها، که روزی در یک تورنمنت ورزشی بهترین بازیکن رقابت ها بشه و توپ طلا رو از آن خود کنه. توپ طلایی که ما به هر صورت فرمایش داریم آوردیم، از خارج تهیه شده آورده و در اختیار بهترین بازیکن سوپر جام فوتسال رادیو جوانان قرار خواهد گرفت که من مطمئن هستم از داشتنش کیف میکنه، لذت میبره و هر کسی که عاشق فوتبال و فوتسال، حتی کسایی که به صورت حرفه‌ای بازی نمیکنه، از طریق تلویزیون یک یا دیگر رسانه مسابقات فوتبال تماشا میکنه، زمانی که در آخر فصل یک بازیکن فوتبال یا رونالدو یا مسی یا هر کس دیگه توپ طلا میبره، همون لحظه به ذهنش میرسه هی کاش ما هم یک فوتبالر یک فوتسالر میبودم و یک روز هم جایزه توپ طلا رو میبردم. حالا وقتش رسیده تا در همین رقابت های سوپر جام یک بازیکن برنده توپ طلا بشه.
بله، و فراموشم نشه که قسمی که هاشمی صاحب گفت که شما میتونید این مسابقات را از طریق تلویزیون 1 ساعت 8 به نشر میرسه ببینین با گزارش مصطفی هاشمی، که انشالله ببینیم که کدام تیم فوتسال در این دور قهرمان خواهد شد و جام را خواهد گرفت. حالا طرفدار کدام تیم خودت هستی بیشتر هاشمی صاحب؟ در تیمای سوپر جام یا سایر تیم؟ در تیمهای سوپر جام. در تیمای سوپر جام طرفدار هر 8 تیم هستم، چون 8 ولایت هست و تمام ولایت ها بخشی از وجودم هست. بله، و از جام جهانی که قرار است برگزار شود طرفدار کدام کشور است؟ یارمرز گزارشگر فوتبال هیچ وقت نباید بگه که طرفدار کدام تیم اما هست. ما بعضی حساسیت ها ایجاد میشه اما چون تیم های ملی هست و در رده ملی زیاد حساسیت وجود نداره نسبت به باشگاهی مثلا رئال بارسا. هر وقت طرفدار مرم میگه طرفدار کدام تیم هستی، میگم رئال سلونا. رئال سلونا و هر دوش باز نام میگیری؟ هر دوتایش خوب از رئال اول میگیری فرق نمیکنه، بارسا رئال میگیری. پس در جام جهانی گفتی که تورنمنت بسیار بزرگی هست، هر 4 سال بعد برگزار میشه و امیدوار هستم که تلویزیون وزین 1 هم این مسابقات را نشر کنه. هر کسی که از طریق برنامه شب 1 همین لحظه برنامه ما را میبینه و باید مستقیم بدور بشم، چون حق تمام رسانه ها است که زحمت بکشن. شما هر شب لیگ های معتبر را نشر میکنین، واقعا لطف بزرگ در حق فوتبال میکنین و یک تکیه‌گاه شده تلویزیون 1 برای هواداران فوتبال. تورنمنت های بزرگی مثل جام جهانی، مثل لیگ های معتبر اروپایی با قیمت بسیار گزاف یار مرسی فروختن میشه. بله، و رسانه های افغانستان در درست است که رسانه های بسیار معتبر خوب داریم، یکیش همین تلویزیون 1 هست، اما هیچ رسانه افغانستان به او اندازه نمیتونه که تورنمنت های بزرگ به صورت انحصاری خریداری کنه. من خودم سالها در یک رسانه ورزشی به عنوان رئیس نشرات فعالیت داشتیم و تورنمنت های ورزشی کاور میکردیم، نشر میکردیم، اما هیچ تورنمنت بارها در جریان گزارش هم گفتیم و حالا هم از طریق تلویزیون 1 میگم ما انحصاری نخریده بودیم. بعض تورنمنت های مثل کرکت و فوتبال فوتبال های کوچک ما حق نشر می گرفتیم و بعض از رسانه‌ای هستن که فعلا ادعا میکنن که ما حق انحصاری گرفتیم، در حالی که فقط حق نشر نگرفتیم. اون یک چیز اصلا نیست، امکان نداره. مثلا جام جهانی را چند تا رسانه معتبر دنیا گرفته، ایران که یک تیم در جام جهانی داره، یک نماینده داره، در دقیقه 90 یارمرز توانست حق نشر مسابقات بگیره، شبکه های دولتی ایران. پس خواهش میکنم از تمام رسانه عزیز که مسابقات پوشش میتن اجازه بتن، از مسئولین اطلاعات فرهنگ خصوصا معین نشرات اطلاعات فرهنگ که با تمام رسانه اجازه بتن تا این مسابقات نشر کنن، تا باعث پیشرفت فوتبال در افغانستان بشه و بستر رشد فراهم بشه. امیدوار هستم شما پوشش بدین و در رابطه با اینکه طرفدار کدام تیم هستیم، ما از سال 2001 که خیلی خرد بودم و ایران بودیم، هوادار برزیل بودم و سرسخت هوادار برزیل هستم و شاید هم برزیل قهرمان جام جهانی شود این بار. هاشمی صاحب، از همکاری های المپیک بگوین در این مسابقات که برگزار شده، آیا المپیک هم با شما همکار است؟ خب یارمرز صاحب عزیز، فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال یک نهاد رسمی هست و کمیته ملی المپیک نهاد دولتی هست. نظر به قوانینی که فیفا وضع کرده، اداره های دولتی در تمام دنیا حق دخالت به فوتبال و فوتسال را ندارن. با همون لحاظ کمیته ملی المپیک مسئولینش ان شاء الله در مراسم اختتامیه با ایشان خواهیم داشت و دعوتشان خواهیم کرد، اما فدراسیون فوتبال افغانستان و کمیته فوتسال افغانستان با ما همکار هستند و می 8 ولایتی که ما رفتیم و مسابقات برگزار کردیم در قسمت انتخاب تیم های برتر و نخبه و لیگ برتری ما را یاری کردن، نقش داشتن و تیم های نخبه را برای ما معرفی کردن تا ما بین همو تیم ها مسابقات برگزار کنیم. و بیشتر سوال کردین که چه ارزش معنوی داره مسابقات. از دور اول ما 3 چهره ناب را معرفی کردیم به کمیته فوتسال افغانستان و فعلا عضویت تیم ملی فوتسال داره. بسیار خوب. از دل همین مسابقات جام فوتسال رادیو جوانان و بدون شک در سوپر جام چهره های جدید، چهره های بااستعداد که تا همین امروز خاک خورده بودن، دیده نشده بودن، حالا معرفی میشن. اون 3 بازیکنم که انتخاب شد کمیته فوتسال اصلا نمیشناخت او بازیکن ها را و چهره های کاملا جدید بود، استعدادهای کاملا ناب بودن. و مطمئن هستم که بازیکنان زیادی به ترکیب تیم ملی دعوت خواهد شد، چون تیم فنی ما بهترین ها را انتخاب میکنه و شناسایی میکنه و با اردوی تیم ملی فوتسال در رده های سنی مختلف طبعا دعوتشان خواهند کرد. بله، این مسابقه در سال برگزار خواهد شد؟ انشالله ما تلاش میکنیم، تیم برگزاری رقابت ها تلاش میکنه تا تورنمنت های ورزشی را بیشتر پوشش بده و رادیو جوانان هم یک رسانه تقریبا میتونیم بگیم ورزشی هست.
و توجهش بیشتر طرف ورزش هست. و حالا که من که مسئول برگزاری مسابقات جام فوتسال و سوپر جام فوتسال را جهان هستم، از طریق پرده تلویزیون یک میگم که انشالله این مسابقات ادامه خواهد داشت و با تلویزیون یک هم باشن و انشالله امکانی ما و شما ادامه خواهد داشت. در این دور مسابقات آینده تیمی که قهرمان میشه و اول میشه چه خواهد شد؟ چه امتیازات خوب را اول خواهد گرفت؟ آیا بازی خارجی تیم قهرمان تلاش میکنیم تا بازی خارجی را در آینده فراهم کنیم و همونطوری که ابتدا هر چیز یک ریسک میباشه یار مرسای عزیز، ما همین ریسک بگردن گرفتیم ببینیم نتیجه میتنه، اما نتیجه فوق العاده خوب داد برای ما برگزاری مسابقات و هواداران زیادی جذب شدن به این مسابقات. مسابقات از طریق تلویزیون یک دیدن، حتی شما یک دیشب که شب اول بود مسابقات نشد، از ولایت مختلف برای ما زنگ آمد که مسابقات سوپر جام از طریق تلویزیون یک نشر شد، خیلی تشکری کردن و تا گفتن که از شما و عاملین نشر مسابقات سوپر جام از طریق تلویزیون یک تشکری کردم. من قلبا تشکری می کنم از هیئت رهبری تلویزیون یک و مطمئن هستم که این تورنمنت ادامه خواهد داشت و ما در سالهای آینده تلاش می کنیم تا ارتباط برقرار کنیم با تیم های خارجی، تیم های همسایه و دعوت کنیم تیم های برترش را که در رقابت ها شرکت داشته باشه. و ناگفته نمانه که مستقیم تیم برگزاری ما با AFC و فیفا ارتباط داره و هر دور از مسابقات ما که تمام میشه در ولایت ما به فیفا گزارش میدادیم و فیفا هم پیگیری مسابقات هست و فعلا نتیجه خوبی گرفتیم. ان شاء الله که بتونیم در آینده تیم های خارجی را هم دعوت کنیم مسابقات. ان شاء الله امشب قرار است که مسابقه بین کدام تیم ها باشه؟ خب نام تیم ها را نمیگیرم یا مرسیب عزیز، بگذاریم که هوادارش تمام هوادار هشتی منتظر بمانن این مسابقه را سگ من تا دو مسابقه فوق العاده جذاب و پرگل هست. بله گزارش فوتبال مطمئن هستم حالا کار است که شما میکنین و لذت بخش است، به خصوص گزارش فوتسال. خب گزارش فوتسال با فوتبال کم فرق داره مصاحب عزیز، چون زمین فوتسال خورتر است و موقعیت ها زیاد ایجاد میشه، کم سختتر است، اما در کل گزارشگری ورزشی عشق هم است و من زمانی که میرم مسابقه را گزارش میکنم لبریز از هیجان میباشم. من تلاش میکنم که طور مسابقه را گزارش بدم که همون کسی که از طریق تلویزیون میبینه نشسته مسابقه را تماشا میکنه خوابش نبره حداقل. بله و کار بسیار سختی هم هست انصافا یارم عزیز، زمانی که گزارشگر بازی را گزارش میکنه باید کنترل کامل روی الفاظ که نگه داشته باشه، خدای ناخواسته کدام گپ از دهن بیرون شود که برخلاف یک تیم باشه یا نقد شود از تیم داوری یا باز دغم میمونه. سپاس بسیار زیاد، تشکر، بخیر باشید، امید موفقیت هر چی بیشتر شما. خیلی سپاس، سلامت از کامل برنامه. و عزیزایی که شما بیننده برنامه هستین، قسمی که براتون گفتم حالا میتونین که این سوپر جام را از طریق تلویزیون یک با گزارش مصطفی هاشمی بیننده باشین هر شب ساعت 8. پا سراغ وقفه میریم و در ادامه برنامه حتما الهام جان در بخش روان درمان.